سوال شماره 58 در روش قربال کردن برای تعیین عددهای اول یک تا 51 عدد 39 چندمین عددی است که خط میخورد هر عدد فقط یک بار خط میخورد خب دقت کن تو میای یعنی میگی که من اگه بخوام این سوال حل بکنم تو قربال اعداد یک تا 51 اولین عددی که خط میزنم چیه خود عدد یکه چرا چون یک نه اول نه مرکب خط میخوره درسته بعدش چه عددی رو خط میزنی مزارب دو بعد مزارب سه بعد مزارب پنج و بعد مزارب هفت اگه بیای مذرب دو رو خط بزنی چیا خط میخوره میگی 25 دو تا میشه 50 تا 25 تا مذرب دو داری که خط بزنی اما خود دو رو نگهش میداری 24 تای بعدی رو خط میزنی درسته؟ مزاره به سه رو هم که خط بخوای بزنی چه اتفاقی میفته؟ مزاره به سه رو که بخوای خط بزنی میای میگی تو مزاره به سه هم سی و بر سه بخش پذیره میشه سه یه زب در سیزده خب میخواد سوال ازت بپرسه 39 چندمین عددیه که خط میخوره تو میگی یکی یک خط خورد یکی 24 تا دو داریم خط خورد تا اینجا 25 تا خط خورده مزاره به سه رو که خواهی میخوای خط بزنی تا برسی به 39 میگی خود سه رو که خط نمیزنم چند تا دیگه میمونه؟ 12 تا دیگه میمونه درسته این مزرب سیزده همشه خود سه رو بذار کنار دوازده تا میمونه 12 تا مزرب 3 داریم یه دونه یک 24 تا مزرب دو 12 تا مزرب سه بعد میخوای بیا اینا رو با هم جمع کنی دیگه میگی تا به 39 برسه یه دونه اینو خط زدم 24 تا این 12 تا هم خود مزرب سه اما یه نکته ای داره سوال میگه هر عدد فقط یک بار خط میخوره خب یک که یک بار خط خورد رفت مضارب دو هم یه بار خط خورد رفت اما مزارب سه بعضیاشون چی هن؟ زوجن یعنی چی؟ یکی در میون زوج و فرده مزارب سه یکی در میون زوج و فرده میخوای تو ذهنت بسپاری سه شیش نه دوازده نگاه کن یکی در میون میشه زوج و فرد پس بنابراین از این دوازده تا چند تاش زوج بوده که قبلا با دو خط خورده نصفش قبلا خط خورده 6 داشت خط خورده 6 تاش مونده بنابراین تو اگه بخوای به دست بیاری چند تا عدد و خط زدی یک و خط زدی 24 تا مضرب دو رو خط زدی 12 تا مذرب سه رو خط زدی 6 تاش تکراری بوده میشه 6 تا اینا رو با هم جمع کنی میشه 31 مضرب اعداد مختلف رو خط زدی و عدد 39 31 این عددیه که ختم میخوره باید یه خورده تو حل این سوال تحلیل و تفسیر انجام بشه که به جواب مسئله برسیم